هر سال 16 اکتبر به روز جهانی غذا نامگذاری شده است. امسال به دلایل گوناگونی روز جهانی غذا در حالی فرا رسید که جهان از نظر غذایی در بحبوحه یک بحران جهانی قرار دارد. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. در حالی که این روزها نقاط مختلف جهان با بحران جهانی غذا مواجه است، شعاری که برای امسال تعیین شده چنین است هیچ کس را پشت سر نگذارید این شعار نشان دهنده آن است که از دولت ها آژانس های بینون مللی، سازمان ملل متحد و سازمان های بشر دوستانه برای تضمین حق بشر بر غذا دعوت به عمل آمده زیرا چشمانداز امنیتی غذایی جهانی واقعا تاریک به نظر می رسد. در همین حال گزارش سازمان جهانی فاو در سال 2022 درباره بحران های غذایی تخمین زده که 193 میلیون نفر در 53 کشور در سال 2021 دچار ناامنی غذایی بوده و به کمک های فوری نیاز دارند میلیون ها نفر دیگر در سراسر جهان با افزایش شدید قیمت های مواد غذایی اساسی مواجه هستند که ناشی از اختلالات زنجیره یه تامین مرتبط با کوید 19 و رویدادهای آب و هوایی و درگیریهایی مانند جنگ در اوکراین است اما در سریلانکا برنامه جهانی غذا تخمین میزند که بیش از 6 میلیون نفر یعنی تقریبا یک سوم جمعیت این کشور با ناامنی غذایی مواجه هستند زیرا این کشور با یک بحران اقتصادی مواجه است که میلیون ها نفر را به فقر کشنده است. در افغانستان نیز تقریبا 19 میلیون نفر در سطح بالایی از ناامنی غذایی هستند و این وضعیت را تجربه می کنند. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی بیش از 34 هزار کودک افغانستانی در سال 2022 با سوء تغذیه شدید در بیمارستان ها بستری شدند. بر اساس قوانین بین المللی حقوق بشر هر کس حق برخورداری از استانداردهای زندگی مناسب از جمله غذای کافی و حق رهایی از گرسنگی را دارد دولتها و جامعه بین الملل باید با افزایش بودجه برای کمک های غذایی اضطراری و گسترش سیستم های حمایت اجتماعی از آسیب پذیرترین افراد حمایت فوری کنند. سایر بازیگران تاثیرگذار مانند صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و کشورهای طلبکار نباید با فشار دادن کشورها به اجرای اقدامات ریاضتی در برنامه های بهبود اقتصادی کوید 19 بحران را تشدید کنند. دسترسی به غذای کافی یک حق اساسی و ضروری بشر است. افزایش بودجه برای حمایت اجتماعی و تضمین در دست رس بودن غذای مغروم به صرف کلید تضمینی است که واقعا هیچ کس عقب نماند. علی اکبری اخبار شیعه